شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده های عزیز، شبتان بخیر. انشالله که حال احوالتان خوب باشه، روز و روزگار بر وفق مرادتان. برنامه شام یک هست و باز هم فریبا فرهادی در یک ساعت از برنامه میزبان و مهمان خانه های شما عزیزان هستم. انشالله که لحظه و لحظه برنامه را بیننده باشین و داشته های برنامه براتان جالب و مفید واقع شود. طبق روال برنامه، ما در چهار بخش برنامه بهترین موضوعات و داشته ها را تقدیمتان میکنیم و همچنان مهمان هم میداشته باشیم. روی موضوعاتی که شما پیام گذاشته بودین ما مهمان دعوت کردیم و حتما صحبت میکنیم. سوالات و پرسش هایی که در ذهن شما هست انشالله که براش پاسخ دریافت میکنیم. در بخش اول برنامه که بخش پکیج های معلوماتی است، ما عموماً روی یکی از موارد حتما معلومات میتیم به شما و در بخش دوم برنامه، بخش سلامت روان هست، مهمان داریم، روی موضوع لکنت زبان در کودکان صحبت میکنیم. در بخش سوم برنامه بخش هنر هست و در بخش پایانی برنامه بخش زن هست که مینا وردک با ما هستند و صحبتهایی میداشته باشیم با اونها. در حال حاضر هم یک پیام طبی با هم میشنویم و میبینیم و در ادامه با ما باشین. برای پیشگیری از سرطان، در برنامه روزانه زندگی خود حتی چند دقیقه هم شده ورزش کنید. برگشتیم دوستان، ادامه برنامه شام یک هست و در بخش پکیج های معلوماتی قرار داریم و خوشبختانه امشب ما در مورد یکی از خوراکی هایی که بیشتر در ماه مبارک رمضان استفاده میشه ازش معلومات آماده کردیم، با هم میبینیم. البته در مورد خرمای تازه هست، معلومات را میبینیم و در ادامه با ما باشین. خواص خرما برای سلامتی. خرما سرشار از فایبر است. دریافت فایبر کافی برای سلامت بدن بسیار مهم است. 100 گرم خرما حاوی 7 گرم فایبر است. بنابراین یکی از بهترین راه‌ها برای افزایش دریافت فایبر در برنامه غذایی روزانه است. فایبر می تواند با جلوگیری از قبضیت و سلامت دستگاه گوارش کمک می کند. با کمک به تشکیل مدفوع، حرکات منظم روده را تقویت می کند. سرشار از آنتی اکسیدان های ضد بیماری است. خرما حاوی آنتی اکسیدان های فراوانی است که فواید بسیاری برای سلامت بدن دارند و از بروز بیماری ها جلوگیری می کنند. آنتی اکسیدان ها از سلول ها در برابر رادیکال های آزاد محافظت می کنند. 3 آنتی اکسیدان قوی موجود در خرما را بشناسید. فلاونوید ها آنتی اکسیدان های قوی هستند که می توانند به کاهش التهاب کمک کنند و پتانسیل آنها در کاهش خطر دیابت، بیماری آلزایمر و انواع خاصی از سرطان مورد مطالعه قرار گرفته است. کاروتنوید ها ثابت شده است که کاروتنوید ها سلامت قلب را تقویت می کنند و خطر اختلالات مربوط به چشم را کاهش می دهند. اسید فنولیک می توانند به کاهش خطر سرطان و بیماری قلبی کمک کنند. برای کنترل قند خون مفید است. خرما به دلیل شاخص گلیسیمی پایین، فایبر و آنتی اکسیدان ها به تنظیم قند خون کمک می کنند. بنابراین خوردن آنها می توانند به مدیریت دیابت کمک کند. با این حال مقدار مصرف باید رعایت شود. به سلامت چشم ها کمک می کند. خرما علاوه بر خوشمزه بودن بسیار مغذی است و از این رو برای چشم ها عالی است. خرما منبع فوق العاده فایبر و قند طبیعی است. آنها همچنان سرشار از ویتامین های A و ویتامین K، مواد معدنی، آهن، کلسیم، مگنیزیم، ریبوفلاوین، تیامین و فولاد هستند. برای کاهش وزن مفید است. کاهش وزن یکی از دیگر خواص خرما برای لاغری است. محققان در مطالعه خاطر نشان کردند که یک رای اصلی برای جلوگیری از چاقی شامل مهار لیپاس پانکراس است. انزایمی که پانکراس تولید می کند، این انزایم را سرکوب می کند. خرما به سلامت دهان و دندان کمک می کند. وقتی صحبت از خوردن شیرینی می شود، بیشتر آنها برای دندان ها مضر هستند. ماده طبیعی خرما به تقویت مینای دندان کمک می کند و همچنان میل به خوردن میان ماده های شیرین ناسالم را کاهش می دهد. بله دوستا، بسته تصویری را با هم دیدیم. معلومات خوب و جالب بود در مورد خرمای تازه
که در ماه مبارک رمضان بیشتر استفاده میشه و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم افطاری را با همی خرما آغاز میکردن و اگر در صورت که خرما نمی بود با یک گلاس آب افطار میکردن. خب این بود از داشته های بخش اول برنامه. بخش بعدی را با همکارم فراموش نکنین.